این قطعه از مریخ که می‌بینید فقط 37 سانتی متر طول داره و 24 کیلو و نیم وزن داره توی حراجی سات بیز نیویورک به قیمت 53 میلیون دلار فروخته شد یعنی 500 میلیارد مگه قیمت ملک رو مریخ چنده که فقط 37 سانتی مترش 500 میلیارد ارزش داره کنجکاوی بدونی چرا در ادامه همراه من باش دلیلاشو بهت میگم اولین چیزی که باید بدونی این که این یک شهابسنگ مریخیه که توی شمال آفریقا پیدا شده و بزرگترین نوع خودش یعنی شهابسنگ سنگ مریخی کشف شده روی کره زمینه. سوال چرا این قیمت؟ چرا اینقدر گرونه؟ به خاطر اینکه ارزش خیلی خیلی زیادی برای دانشمندان و پژوهشگران علم نجوم داره و دانشمندان بالای این هستن که یک قطعه از این رو به دست بیارم و بتونن روش تحقیق کنن، بررسی کنن، گذشته مریخ رو بررسی بکنن. همین موضوع باعث شده قیمت شاب سنگ ها مخصوصا مریخی به شدت بالا بره شاید براتون سوال باشه که الان که خیلی علم پیشرفت کرده میتونن یک کاوشگر بفرستن روی کره مریخ و یک نمونه بیارن و اینجا بتونن روش بررسی بکنن بله این اتفاق میتونه بیفته اما خیلی خیلی بیشتر از اون چیزی که این قیمت شاب سنگ باشه براشون گرون تمام میشه یعنی چی یعنی اینکه اگر بخوان یک کاوشگر بفرستن برای آماده سازی این کاوشگر کلی هزینه هست چندین میلیارد دلار باید هزینه بکنن تا فقط اینو آماده بکنن بعد از آماده کردن خود پرتابش میشه به سمت مریخ خود این پرتاب کلی زمان میبره حداقل هفت ماه زمان میبره تا بتونه یک کاوشگر از روی زمین پرتاب بشه و برسه به کره مریخ از پرتاب فرستادنش مسیری که میخواد برسه اونجا این هفت ماه زمان فرود بعد از فرود اینا هم هزینه هست هم زمان پس این باعث میشه یک قطعه از مریخ انقدر گرون باشه برای پژوهشگران علم نجوم برای بررسی کردن اونا نیاز دارن یک قطعه حاضر توی دستشون باشه چه بهتر از اینکه روی زمین یک کاوشگر شاب این رو پیدا میکنه و به دستشون برسونه پس به این دلیل شاب مریخ به شدت گرونه شاب ها به شدت کمیاب هستن مخصوصا اونایی که منشهشون مریخ باشه انسان ها سال هاست تلاش می کنن که بتونن به حیات بیرون از کره زمین دست پیدا بکنن و به راحتی بتونن اونجا زندگی بکنن یا حیات بیگانه ای رو کشف بکنن خیلی از دانشمندان و پژوهشگران و حتی خیلی از آدما دوست دارن بدونن کنجکاون بدونن خارج از کره زمین چه اتفاقی افتاده و در حال حاضر چه اتفاقی داره میافته دلیل بعدی را هستن خیلی از کلکسیونرا به دنبال این هستن که یک قطعه از مریخ رو داشته باشن توی دکورشون توی کلکسیون خونشون، توی کلکسیون شاپ سنگشون باشه خیلی از کلکسیونرا عاشق جمع کردن چیزهای عجیب هستن حالا یک شاپ سنگ که از یک دنیای دیگه اومده بسیار بسیار جذابه دلیل بعدی دلالها و معامله هستن که با کت و شلوار های برند با یه ساعت فوق گرون با یه کفش مارک میان و این بازار خرید و فروش رو خیلی خیلی گرم میکنن یه کیف پول دلاری هم میذارن کنار دستشون و دلار به خیلی از افراد نشون میدن و بقیه هم تحریک میشن که ببینن ای این چقدر گرونه واو این چقدر پول داره خیلی ها رو تحریک میکنن جستجو گرای شاب رو تحریک میکنن معامله گرای دیگه رو تحریک میکنن هر ها رو تحریک میکنن دانشمندان و پژوهشگران رو تحریک میکنن و بازار خرید و فروش رو داغ میکنن اینا هر روز بازار رو داغ و داغتر میکنن برای که سود خودشون بیشتر بشه اگه تو هم مثل من کنجکاوی بدونی خارج از کره زمین چی میگذره تو آسمونا چی میگذره تو کهکشونا چی میگذره کانال جستجوگر شهابسنگ رو دنبال کن تا با هم بریم به دنیای ناشناخته ها. من جابر هستم و اینجا دنیای یک جستجوگر شهاب